گزارش‌های رسانه‌های خبری درباره افشای سایت مخفی و پنهانکاری اتمی رژیم همزمان با مذاکرات اتمی در ژنو. روزنامه فرانسوی لاکروا. اپوزیسیون در تبعید ایران روز دوشنبه 18 نوامبر یک سایت جدید مخفی در برنامه اتمی رژیم ایران را افشا کرد و خواهان قاطعیت جامعه بین المللی شد. آقای ابریشمچی از شورای ملی مقاومت ایران تاکید کرد موضع درست در مقابل رژیم ایران فقط اعمال قاطعیت است و باید با افزودن فشار از اینکه جهان را در مورد برنامه اتمیش فریب بدهد جلوگیری کرد. شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 2002 وجود برنامه اتمی رژیم ایران را فاش کردند. آنها که به شدت مخالف رژیم ملاها هستند به طور منظم درباره گسترش فعالیت‌های اتمی این رژیم اعلام خطر می‌کنند. رادیو بین المللی فرانسه. بحث اتمی رژیم ایران همچنان در خبرها مطرح است. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفت تحریم‌ها تا موقعی که اطمینان حاصل نشود رژیم ایران به طور قطعی از برنامه نظامیش دست کشیده ادامه خواهند یافت. این اظهارات بایستی برای شورای ملی مقاومت ایران که جامعه بین المللی را به قاطعیت فراخوانده است اطمینان بخش باشد. در واقع اپوزیسیون ایران گفته است یک سایت جدید اتمی مخفی را شناسایی کرده است. این سایت که با نام کد 012 نامیده می شود در یک پایگاه نظامی در جنوب ایران واقع شده و در درون یک کوه ساخته شده است. مهدی ابریشمچی مسئول کمیسیون صلح و امنیت شورای ملی مقاومت ایران گفت اگه من بخوام la signature du protocole additionnel permettrait à l'agence à pouvoir visiter de manière inopinée. ما به هیچ وجه پنهان نمی کنیم که هدف ما از افشای وجود این سایت دو روز قبل از مذاکرات این است که نمی خواهیم جامعه بین المللی گول این رژیم را بخورد. توصیه ما این است که باید بر ضرورت پذیرش پروتکل الحاقی توسط رژیم ایران تاکید کرد. امضای این پروتکل به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه خواهد داد به طور سرزده به هر مرکزی که بخواهد و ظن آن دارد که جنبه نظامی دارد وارد شود. همچنین باید بتواند افرادی را که درگیر این برنامه هستند مورد استماع قرار دهد. این همان چیزی است که رژیم از آن سر باز می‌زند، در حالی که برنامه‌اش در حال رسیدن به مرحله نهایی است. روزنامه پاریزیان چاپ فرانسه. عکس‌های ماهواره‌ای. اطلاعات دقیق جغرافیایی با تکیه بر شهادت‌های عینی. اپوزیسیون ایران شورای ملی مقاومت طی یک کنفرانس مطبوعاتی در پاریس یک سایت جدید مخفی برنامه هسته‌ای ایران را افشا کرد. این سایت به طور مخفیانه در یک منطقه وسیع نظامی نزدیک شهر اصفهان ساخته و مخفی شده است. مهدی ابریشمچی توضیح داد دیکتاتوری حاکم بر ایران به طور موازی پروژه‌های اتمی فاش شده و پروژه‌های مخفی دیگری را دنبال می‌کند. بر اساس اطلاعات کسب شده از سوی مقاومت ایران، رژیم تهران در حال ساختن سایت‌های موازی مخفی برای برنامه سلاح اتمی است. این اطلاعات توسط سازمان مجاهدین خلق ایران در داخل کشور گرد آمدند، سازمانی که سرسختانه مخالف رژیم ملاهاست. روزنامه از زمان بین المللی. اپوزیسیون ایران سایت‌های اتمی مخفی رژیم ایران را قبل از شروع گفتگوهای ژنو برملا کرد. سازمان مجاهدین خلق، بزرگترین سازمان اپوزیسیون ایران، اعلام کرد اطلاعاتی در دست دارد که رژیم یک سایت اتمی زیرزمینی را مخفیانه ساخته است. قبل از این شورای ملی مقاومت سایت اتمی نتنز و آب سنگین عراق را در سال 2002 افشا کرده بود. این سازمان قصد دارد رژیم ایران را سرنگون کند. روزنامه فرامنطقه‌ای الحیات. اپوزیسیون در تبعید ایران یک سایت اتمی مخفی جدید را فاش کرد. سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 2002 وجود برنامه اتمی ایران را فاش کرده و پس از آن نیز به طور منظم پیشرفت این برنامه را افشا می کند.
مهدی ابریشمچی هشدار داد موضع صحیح در مقابل این رژیم فقط قاطعیت و افزودن فشار است. نباید گذاشت این رژیم دنیا را در مورد برنامه اتمیش فریب بدهد. روزنامه القبس کویت: اپوزیسیون ایران یک سایت اتمی مخفی جدید را فاش کرد. مهدی ابریشمچی از شورای ملی مقاومت ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاریس اعلام کرد کارهای این سایت در سال 2005 شروع شده است. این سایت اتمی در کمال مخفی کاری ساخته شده و در یک منطقه بزرگ نظامی استتار شده است. این منطقه نظامی پوشش لازم برای جلوگیری از هر گونه درز اطلاعات را به آن می دهد. روزنامه الایام بحرین: اپوزیسیون ایران وجود یک سایت اتمی مخفی رژیم ایران به اسم 012 را افشا کرد. اپوزیسیون در تبعید ایران تایید کرد که اطلاعاتی در مورد سایت جدید مخفی برنامه اتمی ایران دارد و خواهان قاطعیت جامعه بین المللی شد. مهدی ابریشمچی از شورای ملی مقاومت ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاریس اعلام کرد این ممکن است یک مکان برای تحقیقات یا دیگر وجوه برنامه اتمی باشد. روزنامه البیان چاپ امارات: اپوزیسیون ایران سایت جدید مخفی برنامه اتمی رژیم ایران را افشا کرد و خواهان قاطعیت جامعه بین المللی شد. مهدی ابریشمچی در پاریس اعلام کرد این سایت با نام کد شده 012 در 10 کیلومتری شهر مبارکه در مرکز ایران قرار دارد. روزنامه اللوا چاپ لبنان و خبرگزاری رویتر وایر عربی نیز نوشتند شورای ملی مقاومت ایران اطلاعات جدیدی راجع به یک سایت اتمی زیرزمینی رژیم ایران به دست آورده که در میان شماری از سایت‌های مخفی برنامه اتمی رژیم ایران است. پیش از این در سال 2002 شورای ملی مقاومت ایران مجتمع غنی‌سازی اورانیوم ایران در نطنز و همچنین راکتور آب سنگین عراق را نیز افشا کرده بود. ابریشمچی گفت این اطلاعات را برای آژانس بین المللی انرژی اتمی یا دیدبان اتمی سازمان ملل نیز ارسال کرده است.